بزنیم بعد. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بیبانی هستم. در این 28 روز از 8 ماه در 15 سال از 3 هزار ماه هم به پایان رسید، ولی خوشحالیم که میتوانیم همواره در کنار شما نازنینان باشیم، علی خصوص که روزهای جمعه در این ساعت میریم خدمت آقای دکتر ودیعی و آشنا میشیم با نظرات ایشون و تحلیل های جامعی که میکنن. و از همه مهر شما، محبت شما نازنینان نهایت سپاس رو دارم. تلفن ها، ایمیل ها، قبل از برنامه آقای ودیعی که همواره جویا هستن از وضعیت آقای ودیعی که آیا برنامه دارن ندارن. بله، خوشحالیم که میتونیم یه بار دیگه در خدمت آقای ودیعی باشیم. امیدواریم که داستان رو تا رسیدن به تهران با هم ادامه بدیم. عرضم به حضور شما که خب شما در خبرها دیروز خواندید که چند تا پناهنده در اتوبوسی در مرز مجارستان و اتریش توی سردخونه یخچال کشته شدن. وقتی پلیس رفت و راننده و شاید راننده متواری هستند، ولی میگن امروز 3 رو در این ارتباط دستگیر کردن و پلیس رفت. و اینو میبینی که مرتب این اتفاق میفته، کشتی غرق میشه، در جنوب ایتالیا ماجراست، در یونان داستان است، و این موج پناهنده که به همه دنیا سرایت کرده و داره فرم و اصلا تغییر میده. و شما در طرف دیگر نگاه میکنید به وضعیت دنیا، به سیاست‌های جهان، به کشورهای مختلف وقتی سفر می‌کنید. مثلا فرض کنید که در اسرائیل انتخابات می‌شود و آقای نتانیاهو میاد، بعد میگه نه در رأی نمیاره، مجبوره بره ائتلاف بکنه و کابینه شکسته بسته داره. توی ترکیه اردوغان همین کارو می‌کنه. می‌بینی همین امروز تو آمریکا شما نگاه می‌کنید، می‌بینی که آقای دونالد ترامپ اومده و همینجوری میگن اگه امروز رأی گیری صورت بگیره ترامپ میشه رئیس جمهور آمریکا. و اصلا کار به جایی رسیده که هر کسی در آمریکا میگن اگه کسی بر علیه دولت حرف بزنه او محبوب است، یعنی آنتی گاورمنت ها میتونن به عنوان چهره محبوب معرفی بشن. یعنی پدیده های عجیب و غریبی داره اتفاق میفته. با توجه به این مقدمه، با توجه به کارشناسی که آقای دکتر ودیعی دارن پیرامون این مسئله، علی خصوص جغرافیا و جامعه شناسی و اینکه این اتفاقات که داره میفته، این در حقیقت شاید بشه گفت که یه نوع بن‌بست است در سیاست کشورهای مختلف در جهان. یه خطی ظاهرا عوض داره میشه، یه پوست داره میندازه. اجازه بده که با همین مقدمه بریم خدمت آقای ودیعی، سلامی به ایشون بکنیم و ازشون بخواهیم که ما رو در این زمینه راهنمایی کنن و بفهمند که ماجرا چیست و چگونه است. با سلام خدمت آقای ودیعی، خوشحال خواهیم شد که نظرات این یار فرزانه رو بشنویم. آقای دکتر، من در خدمت شما هستم، بفرمایید. به شما آقای بهبانی، دوست گرامی، سلام به شنوندگان ارجمند و کلیه کسانی که به جلایتی به این برنامه دارن. امروز توی اروپا یه بحثی در گرفته بین دول غرب به سبب این امواج مهاجرت های مردمان از افریقا، از دنیای اسلام، خاورمیانه و غیره، و حتی از خود اروپا به اروپای غربی. این بس رسیده به این سوال که چرا و چه بکنیم. مرزها رو ببندیم، تجربه شد بی ثمر بود. سیم خاردار کشیدن، دیوار بعد کشور کوچولو کشیدن، پلیس گذاشتن، مامورا، هیچ تاثیر نکرد. مهاجران رو گفتن اینا مهاجری هستن، اینا پناهندن، بنابراین لقب پناهنده میدیم و ضبط میکنیم نامشون رو که بهشون پناهندگی بدیم. حالا معلوم نیست که پناهندگی چه نوع و چی برای پناهنده. اساسش بر اینه که در کشور خودش جانش در خطر باشه، بنابراین قبول میکنند اروپایی ها که 100 هزار، 200 هزار، 300 هزار ظرف 4 سال گذشته
آدم در کشورهای دیگه جانشون در خطر بوده و داره میاد دست اینها. و بعد دیگر این پناهنده ها چون تعدادشون روز به روز زیادتر میشه، ما چجوری و جا بدیم؟ پس میان یه سهمیه معین میکنیم. چون اروپای متحد هستیم، بنابراین میگیم که به تمام متناسب با توانایی های هر کشور یه تعداد پناهنده بره به اونجا. حالا با میل بره یا با زور بره اون یه مسئله دیگه است. برگه پناهنده ممکنه که من میخوام برم انگلستان، میگه نه اونجا جا نیست، شما مثلا فقط برید هلند. ولی وقتی که سهمیه ها رو نظری معین میکنن، میبینن که یک کشوری مثل آلمان در حدود 800 هزار تقاضای پناهندگی بهش رسیده و یک کشورهای دیگه در حدود 100 هزار تا و زیر 100 هزار تا. اینجاست که رقابت، حسادت، میگن آخه یعنی چی؟ دولت آلمان با چه سخاوتی میره به سمتی که اینها رو میگه من جا دارم بهشون میگم مجبورم. حالا تا حدود 200 هزار نفرشون لاوریسه کردن، این 195 هزار خورده این. بعد دوباره مجبورن که بشیدن طوری تقسیم بندی کنن که دولت آلمان، که کشور آلمان که اقتصادش رونق داره، خیلی در محبوبیتش بالا نره به نسبت دیگران که در محبوبیت های کوچکتری قرار بگیرن. برای اینکه اگر این مهاجران که بعدا میشن پناهنده نگاه بدی داشته باشن به کشور میزبان، در وضع اجتماعیشون و حوادث بعدی تأثیر میذاره. اما سوال اصلی که در دنیا مطرح امروز از خود اروپا که این ماجرا از کجا میان و چرا میان، جوابش اینه که آمارش فعلا داریم از دفتر مرزبانان کشورهای مختلفه. این آمار کسانی است که میان، نه کسانی که به طور معمول مهاجرت میکنن، فقط مربوط به این امواج جدیده. برابر این آمار اولیه از سوریه میان 42%، از کوزوو میان که کشور اروپایی است، از آلبانی میان که کشور اروپایی است، از سربی میان که کشور اروپایی است، از عراق میان که کشور خاورمیانه است، از افغانستان میان که کشور خاورمیانه آسیای مرکزی است، از مقدونیه میان که یک کشور اروپایی است که از چیزی یونان جدا شده، از اریتره میان که از افریقا است، از نیجریه میان، از پاکستان میان و 44% هم از کشور دیگری که اسمشو نمیبرن. اینا یه آماریست، ارقامیست که میشه نشرش داد و دادند. رویتر و دیگر خبرگزاری های مهم هم تایید کردن، ولی که از طرف کشورهای بزرگ میاد. این آمار رو میدن به طوری آرام آرام به جرائد و رسانه ها، به طوری که خواب از چشم مردم مرفه گرفته نشه که بگر ای وای ما در حال این هستیم که مورد هجوم مهاجران قرار گرفتیم. وقتی آلمان در سال 2013-14 10% مهاجران میرن اونجا و در سال 2015 یک دفعه رقمش برسه به 200,000 نفر، این مسئله عادی نیست. یعنی ابتدا آرام بوده، یک دفعه جهش پیدا میکنه. این پدیده علامت بحرانه. ولی حتی این آمار نشاندنده عمق این بحران نیست. چرا؟ برای که اول خودشون میگوین که آمار زیر 5000 نفر برای کشورها رو ما اینجا دخالت ندادیم، یعنی تا 5000 تا اشکالی نداره هیچ. دوم این که این آمار فقط مربوط به دفاتر مرزبانی است و هیچ سازمان آمارگیری واقعی غیر از اون چیزی که مرز میگوید آماری نداده، برای که بسیار از مهاجران از طریق مرز رسمی وارد این کشور را نمیشن. کفرست کشورهایی که مهاجر میفرستن
دیدی که سوریه با 42 عموما 1% مقام اول داره. افغانستان و عراق و کشور سوریه روی هم رفته 68% متقاضیان پناهندگی رو دارن. پاکستان اریتره 8.2 دارن. چرا اینطوره؟ کشوری مثل سوریه، کشوری مثل عراق، کشوری مثل افغانستان نتیجه اشغاله. کشوری مثل پاکستان نتیجه مدارس قرآنی و تروریسمه. کشوری مثل نیجریه تروریسمه، استعماره. بنابراین وقت اریتره هم همینطور، سودان هم همینطور، کشوری هم که اسم آوردار همینطور. بنابراین وقتی نگاه میکنیم که اینها از کشورهایی میان که یا اقتصادشون ضعیفه مثل اونایی که از اروپا میان، مثل کشورهای اروپایی، یا دوچار اشغال هستن یا دوچار تسلط تروریسم و شاخه های وهابی، القاعده ای و نوچه های اونها. بنابراین برمیگرده به کانون بنیادگرا پروری که در عربستان سعودی و امارات و تا حتی در مصر وجود داشته. اما این مهاجرانی که خودشون رو به اروپا میرسونن، مهاجرانی هستن که در کشورشون، این اروپایی هایی که میان میرن به سمت مغرب، این یعنی که ویرانی اقتصادی در کشور خودشون. نمیشه گفت اضافه جمعیت، برای که بعض از این کشورها، حتی آلبانی، حتی مقدونیه، اینا جا دارن، ظرفیت پذیرش دارن، ولی رونق اقتصادی ندارن. حالا باید دید کشوری که تحت تسلط کشورهای بزرگ هست و الان قشونشون توی کوزوو هست، چطور ممکنه که چه چیز باعث شد که اقتصاد ایران بشه؟ در این قبیل آمار که اروپایی ها نشویدن، احتمال دستکاری هست، احتمال سانسور هم هست. چرا؟ برای که شما اسمی از لیبی و مهاجران لیبی در این گزارش ها نمیبینید. چرا؟ برای که بعد از اون بمبارانی که آقای کامرون و آقای سرکوزی کردند در دوار غذافی با تصویب سازمان ملل یا هر مقام دیگه، حکومت مرکزی که یک حکومت استبدادی بود، مثل ده ها حکومت استبدادی در جهان اسلام، سقوط کرد. ولی آقایون زدن و نگفتن جاش چی بذاریم. امروز تمام اروپا تا آقا کرد مفصلین می دانن، می نویسن که اشتباه بود این کار. اشتباه بود برای اینکه وقتی شما می خواهید چیزی رو خطرناک بیونید، سالهای دراز با قذافی معامله کردید. اشتباه دوم اینه که مثل عراق ارتش لیبی مقتدر بود، ارتش رو چرا نابود کردید مثل عراق؟ بنابراین این اشتباه باعث شد که این نظامی که قبیله ای بود، در هر حال این قبیله ها سرانشون از دولت کمکی می گرفتند در دوره قذافی و اطاعت میکردن از حکومت مرکزی و مخل نبودن و تروریست نبودن و فقط اشکالشون بود که حکومت مرکزی حکومت قذافیست، نظام قذافیست. برداشتن قذافی و برداشتن زابود کردن ارتش دو چیز مختلفه، مثل صدام و ارتش صدام. هم ارتش رو زدن هم قذافی رو، سیستم سقوط کرد. حالا میگن پسرش هم اعدام میکنیم، اینا بمون بکنن، تأثیری نداره. ولی سران قبایل در یک کشور قبیله‌ای، سران قبایل هر کدومشون مثل دوره قاجاری گفت قلعه شاه به من داده، فتح علی شاه به من داده، در محل ابراز قدرت کردن. پس حکومت مرکزی ضعیف شد. حکومت مرکزی که ضعیف شد، سران قبیله که نتونستن با هم کنار بیان و یه چیز یه قدرت مرکزی به وجود بیارن، چی شد؟ تروریسم میدان به دستش افتاد. شاخهای القاعده و فلان و تروریست یا آمدن به اونجا که همین بعد از که بینی
یک عدد از بابت این کشور چیز نمی کنن، منتشر نکردن. عددی از بابت تونس نکردن و دیگر کشورهای افریقایی که مستعمرات سابق فرانسه و انگلستان بوده. این خودسری ها، این چیزها مردم فرار میده، وجود تروریسم فرار میده. پول نفت لیبی سر جاش هست، نفتش هست، ولی این نفت باید ببینیم دست کدام دولت با چه مدیریتی بنابراین اقتصاد ویران شد، حتی بمباران ها بازسازی نشد. این اشتباه، اشتباه قربه. مهاجران فوق که اشاره کردیم برای رسیدن به اروپای غربی، خیال نکنید بین 7 تا 30 هزار دلار میدن برای که بیان به وسیله این راهنماها، عبور دهنده ها، خودشون رو به اروپا برسونن. وقتی که خودشون رو تازه میخوان رچن، از دو جانب میان، یا از طریق سوریه و ترکیه میان برخورد میکنن به مقدونیه و هنگری و رومانی و اینا، و در اینجا در او رو از مرزها تلفات میتن، کشته میشن، مریض میشن، میمیرن. و بعد اگر از طریق ایریکاریا بیان که یه خوره بهتره، عبور از دریای مدیترانه به وسیله کشتی های بسیار مستعمل من کهنه، غالبا اینها در دریا غرق میشن. عدد و رقمی که میدهند به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. مردمی از بمباران، خوب توجه کنید، غربی ها به ستوه میان، اون مردم برای اینکه توجیه کنن خودشون رو از مملکتشون که نه کار نه امنیت هست و تروریسم مسلطه، فرار میکنن، جانشون و مالشون ور میدارن، با بچه و زن اینا میان با امید اینکه از انسان دوستی اروپا استفاده کنن. ولی وقتی برسن به اونجا، برای چیزی که به مرزبان میگن، میگن شما این کشور رو بمباران کردید، ما با اتون موافق این وظیفه بد بود، ولی من اومدم با شما که با اومده هر دوی درد رو داریم. استعداد پناهجویان اینجور شده، یعنی آچمز میکنن مرزبان رو. ولی البته اونا که نمیان مزال طلب اینا برن، میگن بسیار خوب، حالا امشب اینجا زیر این چادر ببونید تا ببینیم چه میتونیم با شما بکنیم. این مهاجرین الان آقای بیبانی اشاره کرد، در مرد اتریش توی کامیون یک دفعه 70 نفر مرده. اینهایی هستن که شادی هستن که تردید دارن، تردید دارن در کار اون راننده که فرار کرده. چی بوده اون راننده که فرار کرده؟ برای چی اینا مردن و راننده نمرده فرار میکنه؟ اگر ماشین ایرادی داشته باشه، پلیس که دفعه قدم به قدم کنترل میکنه مسئوله. کشوری مثل کشورهایی هستن که بسیار بسیار الان معتقد هستن که بایستی استقلال خودشون رو حفظ کنن و راه ندن به دیگران، بنابراین که احزاب افراطی دارن، هیچ بعید نیست که دامگستری کنن و این رو، این جور کشتارها رو، این جور مردنها رو، قبل از اینکه دولت ثابت بکنه که نتیجه گاز یا هر چیز دیگه، اونها انتقام ملی از خودشون گرفته باشن. اینجا تردیدهایی هست. وقتی را که به علل مهاجرت فکر میکنیم که امروز دست و پاگیر شده برای دولت‌های اروپایی، پژوهشگران اروپایی در چند اصل با هم موافقند. اول اینکه بنیادگرایی در جهان اسلام وجود داره، پس فرار میاره. اشغال عراق و افغانستان بوده، پس فرار میاره. تقویت جهادگراها از سوی عربستان بوده، ویرانی نظام صدام در پیش، بنابراین فراره. دفع طرفداران اخوان المسلمین در مصر مهاجرت ایجاد میکنه، دفع با کسانی که طرفدار بهار عرب بودن در سوریه و در جای دیگه فرار میکنه. ارتشیان سوریه
که ناراضی هم از اسد قرار میکنه. دخالت ایران باعث تشدید دخالت عربستان میشه در مورد سروری دادن به جاگرا باز مردم فرار میکنن. این ها یکی دوتا نیست. حالا در مورد داعش باعث شد که پژوهشگرها مدتی بحث کنن که آقا چرا و ببینن که چه رسیدن که در 1916 وقتی که استعمار فرانسه و انگلستان تو دنیا بود و در خاورمیانه و عثمانی هم سقوط کرده بود، مرزهای داخل این منطقه که الان از کوههای زاگرس بگیریم از خاورمیانه عربی هست تا مصر و شمال افریقا، این مرزها رو مصنوعاً دولت فرانسه و دولت انگلستان با هم مشترکاً درست کردن با توافق قبایل که بتونن کشورهای به وجود بیارن. این مرزها بعداً طی 100 سال رفتن به سمت ناسیونالیسم داخلی خودشون. ناسیونالیسم عراق یه حقیقتی است، حزب بعث و سوریه در عراق و سوریه یه حقیقتی است که بر پایه ناسیونالیسم عربی به وجود اومد. از در مصر همینطور به دست ناصر در داخل این مرزها یک نوع بذر ناسیونالیسم کاشته شد که اگر امپراتوری اسلام به صورت گذشته و خلافت میتونه داره، ولی شما با ملیت جدیدتون همین با افتخارات ملیتون هم ناسیونالیست هستید، ملیگرا هستید، هم متجدد. بنابراین این کشورها تو این دو خط رفتن پیش و وقتی که رفتن پیش یک دفعه متوجه شده که نه، در بعض جهات مثل لبنان یا در مورد اسرائیل و فلسطین نه، هنوز این مردها بعد 60 سال جا نیفتاده. بنابراین دو نوع مرز داریم، این مرزی مثل مرز کشور عراق مثلا یا سوریه که خطش روشن بود، یه مرزی مثل تازه تره که 60 سال سابقه داره مثل اسرائیل و فلسطین که نتونستن هنوز کاری بکنن. خیلی خوب اینه که داعش پیدا میشه برای اینکه ادعا کنه من میخوام دولت شام رو به وجود بیارم که بعد از اون خلفای راشدین امپراتوری اسلامی از اونجا نشأت بگیره و بعد به این بهانه جای پای استعمار رو پاک کنن از طریق کشتار، ویرانی کلیساها و اون چه که آثار تاریخی هست که بوی غربی بده. خوب ترجم کنید، مسئله چیز داره، ریشه های مختلف داره. بسیار خوب، نویسنده ها به این چهار تا چیز، نویسنده هایی که میگم یعنی استادان دانشگاه، محققین، این مراکز تحقیقاتی، رو این چهار تا علت کاملا متفق القولن. اما بخش دیگری از این دخالت رفتی به فرانسه و انگلستان داره، رفتی امریکا داره. امریکا وقتی که قرارداد امنیتی میبنده با کشوری مثل عربستان و بعد اقمار عربستان که عمرای خلیج فارس هستن، امیر نشین ها، یک خاطر جمعی میده به نظام سعودی ها که من امنیت شما رو تضمین میکنم از اول روزبه از بعد از یالتا. وقتی که امنیت شما رو تأمین میکنم، من در امور شما دیگه دخالتی ندارم، فقط مسئله نفته. در حالی که مسئله اساسی امور داخلی است که با چه سیستمی داره قرار داده امنیت میبندن. نمیشود که رب با یک رجزام بنیادگر گفت من امنیت تو رو تأمین میکنم و کردم. مثل که شما مثلا فرض کنید به هیتلر بگید من امنیت رو تأمین میکنم. نظامی که 5% نفتش رو میده به مدارس قرآنی در سراسر جهان اسلام، از اندونزی گرفته تا پاکستان، بنگلادش، هندوستان، تمام جای دیگه، برای اینکه شما بنیادگر درست کنید. و چون مردم به سمت آگهران مدعیان قدرت پیدا میشن مثل بلادن، میگه که شما اشتباه میکنید زیر یوغ و در امر مطیع امریکا هستید و امر اون رو اطاعت میکنید، برابری من با شما نمیتونم، باید این سیستم دگرگون بشه.
در عراق جاهای دیگه، در سوریه دیگه، هر کدوم از این شاخه ها یکی شاخه عمدش القاعده هست، اینا پیدا میشه. بنابراین بخشی از دارجه فقط اروپایی نیست، اروپا و امریکاست، و چون اروپا و امریکا جهان دموکرات هستن، بنابراین همه اشتباهات برمیگرده به جهان دموکرات. ولی این جهان دموکرات معنی این نیست که در داخل خودش دموکرات نیست، در سیاست خارجی کوره، در سیاست داخلش امنیت به دو چیز احتیاج داره، رضایت خاطر مردم و رأی و مالیات، و این را هم هر دو را هم داره. باز قضیه و این سادگی نیست. اون چه اسباب تأسفه و این که انسان گزارش پژوهشگران و بهترین استادای دانشگاه اینجا رو میخونه، در مقالات، در نوشته‌ها، در روزنامه‌ها منتشر میشه، از مذهبی ترین تا چپ ترین و محافظه‌کاران طرف خودشون، و میبینید در اونجا میگن که بله ما اشتباه کردیم، این مرزهایی که در سال 1900 شده بوده ما اینها رو چیز کردیم، خط بی خود کشیدیم مثلا، و بنابراین ما تصدیق میکنیم به عنوان پژوهشگر که مردم جهان اسلام قادرن به همزیستی. تاریخ هم نشون میده که اینا در کنار هم زندگی میکردن، به صورت فدرال، به صورت خلافت، به صورت امیرنشین ها، در همه جا اینها کنار هم زندگی میکرد، دعوایی هم نداشتن، توشون هم فرق وجود داشته، مدارسی که وابسته به فرقای مختلف بوده وجود داشته. بنابراین این مردم قادر به همزیستی هستن و ما باید فکر دیگه کنیم. اینجا را انحراف ها رو ببینیم. چه فکری؟ ما باید شاید مرزها رو تغییر بدیم. آخر شما کی هستید که قدر شیفته دخالت در کار دیگران هستید و در مقامات عالی پژوهشگری هم هستید؟ دو یا سه مقاله از بهترین پروفسورها در مقیاس اروپایی فرانسوی میگم که افتر بستی بخوره، میگه که بله اینا قادرن، بایستی سازمان ملل، مقامات عالی رتبه و متخصص این کار جمع بشن دور هم و بیاین یک فرمول دیگری برای مردها اینا درست کنن. ابتدای تحقیقشون میگن اشتباه اونا این بوده که دخالت کردیم در کارون، نتیجه دیدیشون این است که بیاد از دون دیگه دخالت کنیم. مرازه کنید این فرهنگ دخالت در سیاست خارج اروپا ریشه داره، ریشه که غرور ملیه. یک محقق واقعی این کشور یا اون کشور اروپایی نمیتونه از این میراثی که وجود داره در سیاست دولتش خودشو جدا کنه، بلاری بیترف نیست. حالا فرض کنیم که یه روزی سازمان ملل بخواد بیاد در این کار دخالت کنه، فرض کنیم آقایون سازمان ملل یک کنفرانس اقلیم داره در ماه دسامبر در پاریس، رئیس سازمان ملل میگه ما چنان کند میشیم که به پای مورچه خیلی تنده، ما به توافق نمیتونیم برسیم. سازمان ملل 50 ساله که میخواهد مرزهای اسرائیل و فلسطین درست کنه و نمیتونه. این سازمان ملل قادر است که بین کشورهای عربی این سرزمین ها بیاید بگه که می صدا من اومدم میخوام به خط مرزی شما رو درست کنم؟ خب این میشه همون فرمولی که انگلیس ها در وقای فرانسوی ها در گذشته داشتن. اشتباه، فرهنگ دخالت وجود داره. تا هم فیها خارجون در تمام این کشورها اینا دخالت کردن، در تمام شؤون، در پارلمان، در دولت، در هر جا که فکر بکنید دستشون رسیده خواستن میکنه، و این بعد از یالتا تشدید شده به وسیله امریکا، ولی بیکار رو به خطر کافی میشناسم. و در بین سیاست خارجی امریکا که همیشه غلط بوده و مردم امریکا و سیاست داخلیش فرق میذارم. اگر امریکا سیاست خارجی داشت، وقتی که هند و چین رو فرانسوی ها که قرنی اونجا دو قرن حکومت کردن در اونجا و برخورد کردن به حرکت کمونیستی چین و هوشیمین، میگفتن که نه ملت بیدار شده به شکل مقابل، میگه ما شکست خوردیم، میان بیرون، اونا نمیرن بگن نه شما شکست خوردیم، ما بیرون درستش میکنیم.
اگر اینها سیاست خارجی درست میدن در کار کره دخالت نمی کنن که دو کشور بشه. اگر اینها درست میدیدن در کار عراق به این مصیبت نمی افتن که هنوز هم که روزه بعد چند سال آقای اوباما نمیتونه با وجودی که گفتن اشتباه بگه که چقدر عظمت داره این اشتباه دخالت. یک چنین سیاستی دوباره میگن سازمان ملل. وقتی که محققین میگن سازمان ملل، من کاملا میفهمم این آقایون و استادانی که نوشتن، خیال میکنن سازمان ملل یه سازمانیست بیگناه معصوم بدون طرفیت و از یک سلسله معصومین یک سلسله فرشته درست شده. داخل اینا خودتوری ها هستید، تو شورای هم میگن همون چارپاش های کشور گرده هستید. هر مقامی رو که معین کنید برای دخالت در کار منطقه خاورمیانه فردا گرفتارشون میشید، برای که من تحت تأثیر مقامات بارتره قراردادی که میبندن که برید تحقیق بکنید تحت تأثیر منبعی هستن که بهشون میگن این آره اون نه. و بعد شما با کدام شناسایی تاریخی دقیق میرید اونجا؟ این است که تمام این مهاجرت ها زائیده دخالت، زائیده طمع. و امروز اروپایی ها امریکایی ها به گناهی که خودشون کردن رسیدن و نمیدونن چه کارش بکنن. راه حل لابد فکر بکنید که راه حلی وجود داره. راه حل وجود داره. ما نمیتونیم به غرب بگوییم آقایون، یعنی بیشتر از اون چیزی که خودشون به خودشون میگیم که بگیم آقایون شما اشتباه میکنید. ما نباید اینو بگیم. ما باید ببینیم که ما در مقابل اشتباهات شما ایستاده ایم. وقتی می ایستیم یعنی بالغیم، یعنی مستقلیم، یعنی می توانیم معایب شما رو ببینیم. این کوربینی است که وقتی یک چیزی رو میخوایم بنویسیم اول خیال میکنیم بریم اسناد 50 سال پیش فلان کشور استعماری بیاریم با اون استناد بکنیم. من نمیگم اونا ارزشی ندارن، بله ارزشش متعلق به دولت مربوطشه، نه به ملت مستعمره شده که به هدف دخالت ها بوده. این است که من تردید دارم به تمام اون اسناد که برای پوزم شده آخر کتابشون چاپ میکنه بکنه. مهم چیه؟ مهم اینه که امروز روز که پدیده تازه وجود اومده به نام مردم آگاه و آشنا به سیاست، در خودشون جرم و باور به استقلال رو میگن دارن و بگوید ما احتیاج به دخالت سازمان ملل نداریم، ما احتیاج به حتی یه مثال میزنیم، مثال آقای کامرون. آقای کامرون دو سال پیش، چهار سال پیش سفارتخونش در تهران مورد تعاجب قرار گرفت. دولت ایران گفت که ادهی از متعصبین بودن، ما تحقیق میکنیم. دولت ایران گفت از این اتفاقات تو کشور شما هم میفته. من به سالر دادم مذاکرات به جای نرسید، برای که غرور فرعونی انگلستان بر سر این بود که نه به ما جسارت شده. آقای کامرون مدت چهار سال تمام در کار پنج به اضافه یک به روسیه پوتین و به ایران حمله کرد و عقب انداخت مذاکرات رو و حتی گفت باید حمله کرد به این کشورها. اما همچنین که قرارداد دیگه امضا شد، یک دفعه متوجه شد که دوزارش دیر افتاده، بلند شدن تدارک دیدن برای این که سفارت رو باز کنن. حالا بروید متن نطق اون وزیری که رفته سفارت رو افتتاح کرده بخونید، سر تا پا تملق است به جمهوری اسلامی که شما ملت بزرگی هستید، که ایران کشورش که درش میشه بحث کرد، که ایران فلان، یک همچین تملقی در طول تاریخ نیست. یعنی من گمون میکنم این نوع تملق حتی رفسنجانی هم به نظام خودش نمیتونه بده. این نشون میده که آقای کامرون نه اون وقت درست دیده نه حالا، نه اون وقتی که بمباران کرد با بعد از آقای سرکوزی سلیبی رو و نه اون موقع که دخالت کرد موشکوشی کرد در کار پنج به اضافه یک، نه الان. فقط چون سنبه پرزور قرارداد تصویب شده، دو
کشور متخاصم باید گفت، چون ایران اعتماد یعنی به امریکا نداره، امریکا هم اعتماد داره به ایران. دو کشور متخاصم روبروی هم ایستادن و بعد رسیدن به راه حلی. در یک مورد، در یک مورد در اون مربوط به تکثیر سلاح‌های اتمی است. خب یک چنین آدمایی که از امروز به فردا لباسشون عوض میکنن و دیپلماشون عوض میشه، احتیاج به اینها نیست که بیاین مرزهای بار دوباره ببینن یا مرزهای خاورمیانه رو ببینن، فقط احتیاج هست که تشریف ببرند. همین که دخالت نکنن، ابتکار مردم داخل کشورها میره بالا. اگر شما دخالت نکنید در کار سعودی، سعودی نمیتونه با پولش این کارا رو بکنه یا دیگر کشورهایی که تروریست دارن. اگر شما دخالت نکرده بودید، نفرت سعودی به مرسی به اونجا نمیرسید که السیسی کودتا کنه. این مسائل مسئله مهاجرت رو روشن‌تر میکنه که دنیای غرب در مقابل این مهاجرت در اروپا الان انگشت میگذه و اگر آلمان استقبال بیشتری میکنه به دیگر کشورها، برای که میداند چه میگذرد و اشتباهات کجا بوده و همه کشورهایی که سهمیت قبول میکنن برای که میدونن اشتباه کردن. چه کی این موج آروم خواهد شد؟ تا وقتی که دیگه خاورمیانه جهان اسلامی میچرخه به دست جهادگراها ادامه خواهد داشت. و این ادامه دو صورت داره. همراه این مهاجرا تروریست ها میان، همراه این مهاجرا آدمای زخمی، آدمای از هست و نیست شده، همه زندگیشو فروخته برای که پول بده به تو و وارد بشه. اگر خوشبین باشیم میگوییم که خب یه نیروی کاری اینجا پیدا میشه بیشتر و یه خورده یه دل مردم سر حساب میگیرن، اما تا موقع که خاورمیانه و دنیای اسلامی راه خودش، استقلال خودش رو شروع پای خودش وایساده باشه، امکان نداره بگیره. این خلاصه عرض من بود در این مورد اول که آقای بهبهانی اشارات دیگری هم کردن. اگر در پایان بحث صحبتی بود، سوالی بود، در خدمت تو هستیم. داری بداری که ریشه ها ریشه ایست که مربوط به دخالته. هیچ چیز در تاریخ زشتر از دخالت و اشغال نیست و تمام کسانی که این کار کردن از جمله هیتلر و استالین میبینید که به کجا کشون در کار خودشون و چه مقاومت های ایجاد کردن. اروپا وقتی چیز شد که دخالت نکرد در کار کشور دیگر و باشون همکاری کرد. حالا اروپا فراموش کرده که آقا کشورهای فقیری مثل مقدونیه، مثل کوزوو، مثل آلبانیا وجود دارن، حالا باید بپردازن. این اسمت رو مسلمان در طول هفته های آینده، ماه های آینده به صورت بازتری با آمار و ارقام خیلی دقیقتری دنبال خواهد کرد. شوخی نیست، برای که اگه این مرجع این کار نکنه یه مرجع دیگه میکنه. اگر باور دولتی نباشه، مرزبانی فقط باشه، دیگه از جای دیگه سر برمیاره و خواهیم دید ببینیم که این سازمان مللی که به جوشگران خیال میکنن که حلال مشکلاته، آیا میتونه در این خضیه باثر باشه یا نباشه. این بحث رو بنابراین ناتمام همینجا میذاریم. اما آقای بهبهانی اشاره کرد به این نظام هایی که همه جا در تزلزل هستن. یه حقیقتیست، یه نظام، یه سیستمه، یه موجود زنده است، یه موجود زنده ابعادی داره، یه توانایی داره. این موجود زنده قابل سنجشه، میدانیم چقدر انرژی داره، چقدر توانایی داره. یه روزی اگر مدیریتش زایا نباشه، یعنی انرژی که صرف میشه زاییده نشه، خودتون رو بذارید در مقابل مثلا آبشار نیاگارا و میبینید که آختی پای اونجا میایستید نگاه میکنید، آب ادامه داره، در حرکته، داره میره، ولی وجود داره جلو چشم شما. چرا؟ برای که میره که برسه به دریا، که بخار آب بلند شه، که دوباره بشه ابر و باران و بعد بره به سرچشمه و دوباره این بیاد به رودخانه ها و بشه آبشار نیاگارا. یه سیستم
منطق اینطوریه، اگه زایا نباشه میرسه به انتهای خودش، مثل وجود هر آدمی که میرسه به انتهای خودش و میمیره. سیستم یک موجود زنده است. بنابرای دنیای سیاسی ما امروز یک قرن روی یه پا میچرخه، از بعد یالتا مخصوصا. این دنیا به نظر میرسه که امروز یه روندهای سنتی داشته که تو این نیم قرن داره میرسه به انتهای روند خودش، به نفس نفس افتاده. شوروی میره، جاش معلوم نیست چی گذشته شده، هنوز فقط خشونتش بونده. چین از ما دور میشه، ولی به شکل دیگه ناتوانی خودش رو در اداره امور 1,300,000,000 و اون سرزمین و اون اقتصادی که را انداخته با یه سیستم حزب 85,000 نفری که رؤسای که اعضای حزب کمونیست نمیشه نمیچرخه. این دنیا یه دنیای نزاهای سیاسی که حرف میزنیم همیشه فکر کرده خودش هر کدوم از این سیستم ها رو بگیرید، بخواد چین باشه یا ایران یا هر جای دیگه، با این ادعا سر کار آمدن که میگن ما با این ادعا وافی و کافی هستیم به نیازهای مردمان خودمون. جمهوری اسلامی رو بگیرید، از اول چی میگه؟ این است که من با نظام الله اکبر و ولایت فقیه کافی هستم به نیاز خودم و مردمان خودم و بهشت میسازم. این من بگم 36 سال بعد چی میشه؟ نه کافی نه وافی. دیگر نظام ها برمیتورن، نظام های دموکراتیک برای این دوام دارن که مثل روزکور خواهد زایا هستن. زاییدن افکار یعنی آزادی بیان که علم دیروزی تو رو امروزی کنه، این تو موتور دموکراسی هست. بنابراین این موتور خاموش نشده، ولی موتور بک میزنه، برای که اون روغنی که دیروز بهش میریخت ناپلئون یا مثلا فرض کن چرچیل، این موتور با اون نیرو با اون روغن دیگه نمیچرخه. برای که این موتور که موتور نظامی ملت در مقابلشه که مالیات میده و در مقابلش قانون میخواد و امنیت و کار و فلان، یک دفعه متوجه میشه که نه، این مردمی که رای میدن آگاه هم هستن، این مردم میدونن که یه وزیر کجا داره اشتباه میکنه، این مردم براشون رئیس مملکت دیگه یک میت یا افسون، یه مردی که همه ابعاد قدرت داره نیست، یا آدمیست معمولی مثل دیگران. بنابراین هوشیارن، به منافع خودشون آگاه دارن. این شرکت هایی که مثلا صنعتی که را افتادن در 200 سال پیش متوجه نیستن که آقا اعتبار از دولت بگیریم نیست، من مالیاتی که به تو میدم ازت میپرسم کجا رفته، چه کار شده، چه جوری شده. این آگاهی باعثه که موتور دموکراسی تا حالا زنگ نزده، سوء استفاده شده ازش. به قول چرچیل میگه بهترینه، ولی از بدترین چیز دموکراسی از او بهتر ساخته نشده. بنابراین این نظام ها همه با ادعای وافی و کافی بودن میان سر کار و باورشون نمیشه که عمرشون تموم شده در کشور عقب بوده تر. یه مثال کشورهای نفتی رو نگاه کنید، تمام اینا به علت که پول نفت دستشون بود خودشون قادر دیدن. حالا بخواد ایران باشه که قبل از انقلاب یا بعد انقلاب فرق نمی کنه، با پول نفت قدرت نمایی کرده. چرا؟ برای که من نفت دارم. چرا؟ برای که من آیدات دارم. خب داری، چجوری با این سرمایه کار میکنی؟ عربستان همینطوره، روسیه همینطوره. و بعد یه دفعه روسیه متوجه میشه که نه، این نفتی که داره یک کالاست، این کالا تو بازار یه قیمت داره، این بازار یه بورس داره، این بورس در نوسانه، قیمت میتونه بالا بره یا پایین بره، و به محصه که قیمت میاد پایین یک دفعه باد آقایون در میره. کمترین سوزن رو که بورس زد به باهای نفت 50% سقوط کرد، امروز پوتین رو به اونجا رسوندی که میگه ای مردم خواهش میکنم بیشتر بخرید، بیشتر مصرف کنید، از حرفای اخیرشون. پس
نظامی که زایا نباشه و به امید این که من چون پول نفت دارم و اون سرمستی های آقای احمدی نژاد دیگری یا دیگر کشورهای یکی دوتا نیستن، برزیل، چین، هندوستان اساس قدرتشون روی مصرف داخلیست، جمعیتشون زیاده، مصرف میکنن، وقتی مصرف میکنن مالیات میدن، وقتی مالیات میدن دولت مقتدر میشه از لحاظ مالی، وقتی مقتدر شد میتونه صادرات واردات بیاره، از جایی که بخره بیاره، وقتی از جای دیگه خرید آورد به اینجا باید تو اون موتور ادامه داره، نه باهای نفت میاد پایین که باشید مصرف کننده یک دفعه متوجه میشه که نه این همه مصرف نمیتونه بکنه، یک دفعه بورس اون چیز و قیمت ها رو بالا پایین بکنه، دفعه این هم نه. چرا چین نمیتونه قطب امروز روز پاش بیسته مثل دیروز، مثل سال 2011-12 و دائم کم شده 8% رشدش؟ برای اینکه این روی مصرف فکر میکرد، برای مصرف صادرات میخواد، وقتی صادرات میخواد بایستی دولت پول داشته باشه از کشور دیگه بخره. پول از کجا میاد؟ پول از کشورهایی بود که پول دارن، کشورهای نفتدار پول داشتن، ما اجازه داریم از تو چیز میخریم، چون چیز میخریدن تحباهای نفت هم بالا بود خیلی آسون بود اداره جامعه. حالا که باهای نفت آمده پایین دولت روسیه دیگه نمیتونه مثل قدیم از چین چیز بخره، ایران نمیتونه مثل قدیم از چین چیز بخره. این نشون میده که نظام زایا نیست، وابسته است به یک بورس، یعنی بورس بره بالا و پایین اینا سرنگونه. بنابراین این که بیاید آقای فلان وزیر انگلیس باد به آستین بیاندازه که شما کشور نیرومندی هستید، از اون حرفایی که بعض مشاورین آقای اوبام دارن که شما بله نوروزتون فلانی، یا باد به آستین انداختنید، اینها دروغه. حقیقت این است که ما در خاورمیانه که خوبه اساسا در نصف بیشتر دنیا نظام زایا نداریم، نظامی که بتونه خودش روی پای خودش نگه داره. نظام ها چی هست؟ یا پول دارن یا آرمانی. یه کسی میاد میگیرم ایدئولوژی کمونیسم خیلی خوب چیزیه، من شما رو میبرم با این بجن، میشه شوروی، میشه ما، میشه کوبا و امثاله. نظامی میتونه زایا باشه که مدیر مملکت یا مدیران مملکت نگاه کنن به جامعه، نفس جامعه رو بگیرن به چه سبب میره با اون همراهی کنن. من به تو میگویم اینجوری این نمیشه، من به تو میگم این با ولایت فقیه تو رو میچرخونم تو به بهشت میری، دروغه. بنابراین این وسط راه میبینی نظام زایا نیست، تمام قدرت جمهوری اسلامی مربوط به مصادره هست و پول نفت مصادره دوره. بعد دیگه بعد یک ثروتمندای که ببینید اینا پول کاغذیه و تورمه، بنابراین پول قیمتی نداره. و وقتی که دو سال از حکومت روحانی میگذره میگه که فرق به تورم مثلا بوده 17 حالا شده 14، پس ما درست کار کردیم. نه، شما به علت اشتباهات عظیمی که کردید باید که قرامتشو میدید باید برگردید. خب به معنی که البته میخواد یه کاری یک کسی بکنه در داخل اینجور کشورها، یک کسانی هم هستن که میگن آم از نظام اسلامی از عزت افتاد. اینها چی هست؟ اینها کسانی هستن که میخوان با یک چوب بستی نظام رو نگه دارن چون امتیازاتی دارن خودشون. اما تا موقعی که یک مبدومی یک مدیریت سیاسی نبینه که جامعه استعدادش به چه سمته و با این جامعه دیل کنه، معامله کنه و گواش گواش به سمت تبع ببره، اون نظام پایدار نمیتونه باشه. امروز نگاه کنید، برگردید نگاه کنید نظریه هایی که داشتن آقای هیتلر خودش نجات بخش میدونه یا آقای استالین یا دیگری یا دیگری، خیلی تعدادشون زیادن. چه گوارا که در بغل دست کاسترو خیال میکرد کاسترو نمیفهمه خودش میفهمه، من متوجه شدم که نه. اردوغان
که خیال میکرد که چون 10 سال رونق بوده به دلائلی، بنابراین ایشان میتونه میراثدار عثمانی باشه، چون که پوتین میراثدار شوروی باشه. اینا همه خیالاته. مدیریت یک کشور این مدیریت یک شرکته، و اگر شما مدیر در اجزاء یک شرکت یا یک کارخانه یا هر چیزی انترپرایزی که داره دخالت معقول نکنه، کارگر کارنده باش همکاری نمی کنه. امروز باید با یه پدیده رو رسیم که آقایون در گذشته احتیاج اونو نمی دیدن برای که وجود نداشت، و امروز هنوز به حساب ببینید. اون پدیده اینه که این مردم امروز مردم یالتا زمان یالتا نیستن، این مردم مجهز شدن به آگاهی. من میدونم شما شب و روز با انترنتتون کار میکنید و میدونید این رو، ولی دانستنش رو لطفا در عمل نگاه کنید. من میدانم که امروز نسل من بهتر از من آنالیز میکنه جامعه شو، به دلیلی که بسیار عادی شده براش چیزایی که برای ما یعنی که میگه ما اما بوده افسون بود. امروز میتونم راحت بررسی کنه. دنیای امروز هنوز باورش نشده، دنیای اردوغان ها، پوتین ها، ایرانی ها، اینا، که آقا این پدیده آگاهی چیه. و بعد این پدیده مجهز به فناوری است و این فناوری دائم در حرکت و ربطی به دولت ها و رؤسای دولت نداره، ربطی به کسانی داره که دائم در کار کارآفرینی، ابتکارات، اختراعات هستند. ربطی به نخبگان نداره که به شما میگن اینجوری ببینید، اینجوری بکنید. نه، ربط دارد به تحول جامعه. بنابراین امروز نظام ها چون نمیبینند، دو مثالش رو آقای بهبانی زده که اسرائیل، یکی ترکیه و اردوغان. آقای نتانیاهو رأی نمیاره، 20% رأی میاره، میره به سمت دوستان افراطی تر از خودش، میگه بیاد اطلاع، بگن ما نمیاییم با تو، تو ما رو میخوای برای رأی، برای به ما تو حکومت جا نمیدی و دختر نظرهای ما رو به حساب نمیاری، بنابراین اطلاع نمیماسی. اردوغان هم همینطور شد. چه میکنن؟ میگه دوباره انتخاب میکنیم. حالا انتخابات چیه؟ انتخابات از یک طرف سمبول دموکراسیه در کشورهای بزرگ، در کشور دموکراسی، از این طرف ابزار فریب بیشه در کشورهایی که خودشون رو کافی و دایی میدونن، نظام ها. انتخابات ماشینه، بحث هم که قوانینش و طرز اجراش چجور باشه، دولت، دولتی که شیطنت بلد باشه دخالت بکنه درش. ما در 100 سال گذشته 10 جور انتخابات تو مملکت بوده، رفراندوم بوده، ولی کیست اون مورخی که بگه به همه اینا من صحت میذارم، میگه اینجوری شد. هیچ کدوم از این نظام های امروزی جوابگوی انتظارات مردم و ملت آگاه مجهز به فناوری های پیشرفته نیست. معنی آگاه و مجهز این نیست که فرد اگه من انترنت بخرم هم آگاه هم مجهز و اشتباه نشه، باید فرهنگش در جا بگیره. فرهنگ این که نمیدانم و میپرسم، فرهنگ این که میخواد یاد بگیرم، فرهنگ این که میخواد بذارم وزارت دارایی چجوری میچرخه، فرهنگی که بخواب بذارم مثلا فلان موزه چطوری میچرخه. این تسلط هست که به شما قدرت ایستادگی میده و به پشتش دولت نمیتونه از شما سوء استفاده کنید. البته انتخابات از کشوری به کشور دیگه، آگاهی از کشوری به کشور دیگه یه خورده فرق میکنه. برای بین این نظام، نظامی که الان مورد بحث ما هست، و مردمان تناقض به نتیجه به وجود داد، چون که در ایران دوام کشورهایی که اون وقتا اسمشون جهان سوم بود، بین مردم و دولت تناقضه. تمام افریقا، تمام چین، روسیه، ایران، خاورمیانه نگاه بکنید، تمامشون در تناقضن با مردمشون. این تناقضات از کجاست؟ از آزادی و بیرشو. اگر تو رسید یه چیزی بگید، یه چیزی بنویسید. اخیرا یک کسی در چیز یک انتقادی کرده، پوتین به چندین سال، بیش از 10 سال محکوم شده در ایرانی که خبر داره.
تا بگه من نیز نظری دارم خلاف نظر تو که اتوریته یا مقامات روحانی هست یا غیر روحانی. من نیز مایلم قرآن رو اونجوری که هست بخونم، تورات رو اونجوری که هست بخوانم، خدا رو اونطوری که تحقیق میکنم بشناسم. نگاه کنید پاپ برای چی فریاد میکشه که آقایون کاردینال ها در شورای عالی واتیکان هستید؟ ما 15 بیماری داریم که خودمون مال خودمونه. این مسائل در دنیای امروز وجود نداره. هیچ پاپی تا حالا این حرفا رو نزده و این چنان خودشو بود. الان میره به کوبا خواهید دید، بعد میره به امریکا، نوتاش رو نگاه کنید، دنبال کنید. در تمام زمینه ها از جمله در زمینه مسئله آلودگی و اکولوژی صحبت کرده که اکولوژی هست نیست، مطلب نیست. من آرزو دارم که یکی از شما ها کتابی که 40 سال پیش من نوشتم هر جا از اکولوژی، از محیط زیست حزبی ساخته بشه، محیط زیست اونجا به شکست، اون حزب شکست بخوره. نگاه کنید احزاب سب در اروپا همه در شکست هست. این دید غلطه که ما از اکولوژی سیاست بسازیم. تمام مردان سیاسی، تمام احزاب سیاسی مأمورن، مجبورن که به مسائل محیط زیست توجه کنن. و چون پاپ مثلا، حالا من که پیرو اون نیستم ولی افکارشو میخونم و میبینم، یه اشاره کرده به این که شما افراط میکنید و نمیبینید که در اموالتون یه حقی هست برای مردم محروم و مزد اونها رو درست نمیدید برای قیمت دست شماست. این حرف که البته در تمام کتب آسمانی، کتاب کتب مقدس، از جلو در قرآن اومدن و فی اموالکم حق طرف سال و محروم، این هست. اما شما چکار میکنید؟ این رو اطلاع نمیکنید. آقای جب بوش هنوز سر کار نیومده، جلو پاپ میدید که من اقتصادم و دست ملا و پاپ نمیدم. عجب، کدوم اقتصاد؟ همون اقتصادی که با اشغال عراق یک دفعه برشکست شد. و علاوه شما یادت رفته که به کمک همین کلیسا بود که سر کار اومد آقای جورج واکر بوش. بگذاریم، خواستم بگویم که نظام ها با مردم در تناقضات هستند. برای رفع این تناقضات چه کار میکنن؟ مراجعه میکنن به افکار عمومی در قالب چی؟ در قالب انتخابات سراسری. این انتخابات یه صلاح برای شده در نزد کشورهای بنیادگرا که نظام بسیج میکنه برای چی؟ که توجیه کنه کار خودش. مثل انتخاباتی که در ایران یا در کشورهای شبیه ایران میشه. تازه مال ایران به نسبت یک کشوری مثل عربستان که انتخابات نمیدونه چیه. نظام خانوادگی هست، اون باز جای شک داره. چون در هر کشوری نظام ادعای استقلال داره، این قدرت برآمده از این استقلال رو مهندسی انتخابات کار میکنه. و چون یک کلمه روحانی گفته که در دفعه آینده فلان اندام مذهبی نباید دخالت کنه در کار چیز، فریاد سپاه میره بالا که عزت اسلام، عزت ولایت‌فقیه از بین رفت. ما یادمون بیاریم که چه بسیار شیاطین سیاسی از صندوق چیز اومدن بیرون، از صندوق انتخابات در کشور عقب مونده به بدن شیوهی که دارن دستکاری ها. مگه هیتلر با رأی مردم 13 میلیون و نیم رأی آورد؟ استالین که همیشه 99% رأی می آورد. پوتین هم که حالا تازه که مخالفین که اصلا به جای رسیده که حتی قوانینی گذرانده که مخالف حق مخالفت نداره. از شما چه فرمان؟ سخن آقای خمینی وقتی اینکه رأی میزان مردم است، برای که در اوج قدرت این حرف رو زد، برای که میدونست مردم پشت سرشن. و وقتی در انقلاب مشروطه ما در قانون اساسی و تمام قانون اساسی جمله قوای مملکت برآمده از رأی مردم است رو گفتیم، یعنی قوای مملکت در دست یک تن نیست،
ولی این یک تن کی بود؟ این مملکتی بود که فئودال رعیت رو در اختیار داشت، سوار کامیون می‌کردن. من شاهدش بودم در سالهای 20-30 که برید به این رأی بدید. بنابراین وقتی آگاهی نبود در اون جامعه ارباب رعیتی، خود انتخابات هم نداره. وقتی مجذوبیت بود در کوبا، آقای کاسترو چیز میکرد، آقای چاوز در اونجا رای بیه. اینا همش اشاره که کور میکنن مردم رو با تبلیغات ایدئولوژی و بعد رای ازش میگیرن. در کشور دموکراسی شما چنین فنومنی چنین چیزی نمیبینید. به این چیز ممکنه کمی دستکاری بکنند در تبلیغاتشون، ولی امکان نداره که تقلباتی صورت بگیره. پس بنابراین وقتی از بکنم عرابه تجارت جهانی وابسته شده به رشد اقتصاد مصرفی در چین، و این عرابه یه وری میره یا به مصرف چین بند شده، وقتی دنیا میخواهد بیشتر بخورد و بیشتر ببرد، بنابراین روی کسی بیشتر میخره حساب میکنه. امروز می نویسن که چین به پایان امکانات رشد خودش رسیده. در چه نظامی؟ نظامی که هم کمونیسته هم کپیتالیسته، یعنی در حقیقت نه کمونیسته نه کپیتالیست، یعنی نظام خودسر. این خیمه و خرگاهی که به نام تجارت جهانی بهش اعتماد میکنه و دنیا رو میچرخونه، امروز بسته شده به مصرف چینی. بنابراین این سیستم به پایان خودش رسید. نمیشه باید دیگر گوید اونا که رو بازار چین حساب میکردن دست پاشو رو جمع میکنن به زودی خواهید دید. مصرفی که در چین باعث ثروت و قدرت حزب کمونیست شده همراه با یه انضباط سخت کمونیستی حزبی. این انضباط چشم آدمی که آگاهی کافی نداره کور میشه، تشخیص نمیتونه بده. یعنی برو رای بده، رای بده. اینجوری ایدئولوژی میگه بیایید من شما را اداره میکنم، شما اینجوری فکر کنید، اینجوری که من میکنم، اینجوری که من میگویم، مثل تو ایران پری جهان. حالا کشورهایی که از لحاظ اقتصادی بسیار هوشیار بودن و علم اقتصاد هم حتی آفریدن، اینا همه تخم مرغای خودشون توی یه سبد چین گذاشتن. حالا تخم مرغا شکسته، از دستشون افتاده. در روسیه پوتین نظام میاد خودش میراث هار شوروی میخواد بکنه، میگه من رابطه بین شرق هستم و غرب، برای که ما شبکه گاز داریم به اروپا که گاز نداره میفروشیم و ما خوب قادریم. و بعد یادش میاد که این گاز یک کالاست و کالا در اختیار بورسه، یعنی در بازاره. و این کشور مثل امریکا که نفت وارد کننده بود تبدیل میشه یک کشور صادر کننده نفت، و این باها مواجه. در نتیجه نظامی که آقای پوتین برخورد کرده روش ساخته، مثل خیلی از کشوری که رو پول نفت سازن، این تو هواست. معلوم میشه که این دولتی که زور ورزی میکنه با اوکراین عوضی رفته و الان نمیدونه چی جوری جبران کنه. کمیته ها، میسیون های متعدد هیئت ها هستن الان، برای که زمزمه در خود دولت هست آخه چرا ما با دولت با اروپا یا در بیفتیم. نزدیکترین دوست روسیه بیلاروسی است، روسیه سفید. لوکاشنکو رفته پیش آقای پوتین میگوید آقا من نمیکش اقتصادم، چرا من با اروپا باید قهر بکنم؟ اون من رو تحریم کرده، منم به خاطر تو اون رو تحریم کردم، ولی من نمیکشه من به کتر. بنابراین گفته دوست داره بهت بگه من دارم یه خود نگاهم از او بری میشه. این کار رو چین قبل از اینکه این اتفاق سقوط یان پول چینی به اتفاق بیفته همین کار با راه ابریشم بخواست بکنه، که ما یه راه درست بکنیم از راه دریا و از راه خشکی که فاصله 11 روز بین پکن تا هلند
در روتردام در اونجا و بعد یعنی 70% در روان دنیا بره تو جاوا. من این دفعه میبینه خرج اتنا در داخل خودش گرفتاری داره. اینها نظام هایی هستن که به انتهای حیات خودشون رسیدن. لوکاچنکو میخواد انتخابات بکنه برای که بگه من تغییر عقیده دارم. اول همه این مخالفین سیاسی خودشو آزاد میکنه. عجب. در بیلاروسی لوکاچنکو رفیق پوتین میاد میگه ببرده و میذاره اون رو مصاحبه کنه برای که انتخاباتش در پیشه. اردوغان همین گرفتاری داره. آقای نتانیاهو همین گرفتاری داره. برید تو جلد هر کشوری به همین گرفتاری میرسن. الان در خود دولت اعضای دولت روسیه همه که یعنی چی؟ مثل بچه ها ما به من به تو نمیفروشم تو هم به تو به من نمیفروشی. تو به میوه اروپا محتاجی. نمیخوای سبزی اروپا به ساقبان از کجا بخری؟ میری از کجا میخری؟ میری از یه راه دورتر میخری، از یه جای دیگه صرف نمی کنه. مصرف کننده نمیتونه بپردازه. آدم که نمیتونه منکر همسایش بشه. شما که میخواید برید یک دور نون بخرید و برید دکور نون باییتون که همسایتونه میرید. این بدیهیات رو یه آدم های کور متعصب و دایی چه در ایران چه در روسیه چه در چین چه در هر جای دیگه فکر کنید نمیپذیرن. چون نمیپذیرن ادامه میدن ولی نظامشون به فسردگی میره. نظامی که آقای اردوغان در چیز بخواد میگه این اون نظامی نیست که آتاتورک یک دموکراسی نیمه بندی داد به ترکیه. بگه اون نظام نیست. کار خوبی کردم که نظامی ها حق کودتا ندارن. این قدرت آتاتورک، اون قدرت عثمانی، اون قدرت نظامیه که حق داشتن کودتا کنن باید بیاد تو وجود من. اختیارات رئیس جمهور همه اختیارات داشته باشه. هدف این بود. برای اینه که باش ائتلاف میکنن. حالا بطر انتخابات بنابراین ملاحظه کنید وقتی یه انتخابات رو میشنوید ببینید کجا صورت میگیره چجوری. شک نکنید بر حقانیت نسبی انتخابات ولی ضمناً بحث کنید درباره چگونگی و مهندسی انتخابات. حالا فرض کنید که فردا آقای نتانیاهو رأی آورد یا آقای اردوغان رأی آورد، خیال بکنید تناقضات تموم میشه. نه، ترکیه مشکلات دیگه داره. مشکل داره با کردها، مشکل داره با ارامنه، مشکل داره با اروپا، مشکل داره با ناتو. نه اروپاییه نه عربیه نه مسلمون. معلومه چی است و چی میخواد این نظام آقای اردوغان که تبدیل به نظام چی شده. پوتین خیال میشد فتول فتول کرده رفته کرمان که کریمه رو گرفته. طوری نیست. گفتن خب بگیست بفرد این مال تو چی کار میکنی؟ اینها مسائلی است که در دنیای امروز هست و ما ناف ذهنمون نباید ببندیم به یه خبر کوچک و دونیم که از ریشه نظام ها در حال تحلیل هست و باید دگرگون کنن خودشون. حالا مثلا اگر به قیاس اسرائیل و فلسطین نگاه کنید، فلسطین اخیره با ایران داره میریزه رو هم. دولت عربستان سعودی داره اخبار المسلمین رو مذاکره میکنه و خالد مشعل الان داره باش ازش کمک میگه برای حماس. حماس با رضایت ایران از ایران دیگه نمیتونه پول بگیره چون ایران پول نداره. این بندبازی مسخره است. خوب توجه کنید، حماس از قطر میگیره، طرفدار اخبار المسلمینی که در مصر شکست خورده، عربستان که با اخبار المسلمین مخالف بود حالا موافق شده برای به حماس پول میده و ضمناً نمیدونه که السیسی در خطره که خودش السیسی رو آورده رو کار. این مسائل پیچیده احتیاج داره که با یه طمأنینه ما روبرو با اینا باشیم. بذاریم خودمون با هم بحث کنیم که چی میگیم اصلا. ما در مورد ایران چی میگیم؟
بیایید همه اینجوری فکر کنید، هر کس هر مقامی که داره میگه بیایید اینجوری فکر کنیم، اشتباهه. بیایید ایران رو بشناسید که این مملکت. من همیشه در طول تمام زندگیم یه سوال تاریخی برام مطرحه، چگونه ایران، امپراتوری ایران از یک کشور کوچولوی مثل یونان شکست خورد؟ برگرد ببینید اسکندری که آتن و پارس داشت، یه قسمتی از این حاشیه یونان امروزی، چطور شد که به اون امپراتوری بگردن؟ پس قدرت سیستم رسیده بود به انتها. یه جوانی مثل چیز آمده با ماجراجویی خودش یه امپراتوری گندری برداشته و همه چیز زیر زبر شده. از اون طرف سوال دوم که تا قدری آشناتر از این جوابش پیداست، ساسانیانه چطور میشه آخر؟ آخه این همه پوز دادن ما از چیه؟ چرا از خودمون نمیپرسیم چرا شکست میخوریم دائما ما؟ هی میگن مغولا اومدن. آخه چرا؟ چطور شد که اومدن؟ چرا وانستدی؟ بیجن کودتا شد، بیجن ها چرا تپی ملی توز به تو دیگه که شما بخانه بود، چرا وانستدید؟ یک چیزی در سرشت ما هست که ما نمیخواهیم دشمن رو بشناسیم و در مقابل ایستادگی کنیم اگر اعتقادی داریم. چرا؟ برای که میگیم، همه اون میگیم اینطوری کن، یعنی دستوری، سیاست دستوری ما انجام میدیم. الان هم در قربت هم که دور هم میرسیم همینطوری میشه. بنابراین این وقایع هر وقت میخواید بحث خبر کوچولوی میشنوید، بذاریدش توی دایره وسیع تری. اون تو دایره وسیع تر که بذارید خواهید میدید که چقدر آسونتر و روشنتر به نتیجه میرسید. حتی من به هیچ وجه بنام بود دلیل این نیست که یه اصفیات ایجاد کنه، نه. ممکنه که دیر اتفاق بیفته، ولی امید اینه که آدم هایی که با هم حرف میزنیم یا میشنویم صدای همون به فکر بیفته، بیشتر فکر کنید که در این دنیای آگاه چرا من ناآگاه هم؟ چرا از صبح تا شب رادیوی من یا روزنامه من به فکر کنید که صرف اینه که ایگنوره میگن، یعنی نمیخواهند بگویند قبل از این یه سیستم بود، این سیستم چه داشت چه نداشت. نظام جمهوری اسلامی میگه وجود نداره قبل از من، داعش هم میگه قبل از من وجود نداره. برابری میاییم تعلق میکنیم، میگیم فردوسی شیعه بوده و اون وقت هرچی داره اون میخواد پشتش میسازیم. براش به جای اونم شعر میگیم، وارد میکنیم در دیوانه، در شاهنامه‌اش. حالا اگر شیعه بوده چرا سراسر داستانش حرف خسروان میزنه؟ اگر شیعه بوده چرا از خرد حرف میزنه در آغازش؟ و از این مثال ها زیاد مسائل بعد بسیاری میگیره. خواستم بگویم که امروز ما در آستر یه سیاست یک دنیای هستیم که بسیاری از نظام ها به انتهای زندگی بیولوژیک خودشون، زندگی سیاسی خودشون رسیدن. بنابراین این موضوع وقتی رسید ناتوانی ها باید بره به سمتی که چه باید کرد، حالا که اینطوری میشه. بعضی ها به فکرشان به نظر من در ایران روشن فکران خیلی کار میکنن، دارن خودشون رو از اشتباهات میتکونن، نوشته هاشون نشون میده. زنها دارن به یه بیداری فردی میرسن که چرا اون اشتباه گنده پیروی رو کردیم در این همه راه پیوایی عظیم. ولی خودشون با نوشتن یه داستان میتکونه، راحت میکنه و بعد آگاهی میاره. بزرگترین مشکل کشورهایی که نمیخواهن بفهمن که سیستمشون به انتها رسیده، اون در کشورهایی هستن که از تفکر قبیله‌ای یا ایدئولوژیک وجود داره، مثل عربستان یا جایی که برای ایدئولوژی فقط پا میکنن. اسرائیل اگر فردا آقای نتانیاهو باد رای بیاره 20% بشه 40% بشه 90%، خیال میکنید مشکلش با فلسطین حل شده؟
فلسطین میاره میره به سمت ایران میگه آقا جون نه من با ایران رابطه برقرار میکنم، ایران هم گفته بله ما مذاکره میکنیم، هیئتی هم رفتن آمدن، شاید محمود عباس هم به زودی بره، محمود عباس فهمیده که رئیس حزب نباید باشه، استعفا داده از اول پیل، خودش هم واقعا میگه برای اینکه من میخوام خودمون بریم با اسرائیل حرف بزنیم، و ایران میدونه که محمود عباس از ایران استفاده میکنه برای که بیسته جلوی اسرائیل، اسرائیل هم رسیده به اونجا که فهمیده که آخه یک کشور کوچولو که تو نمیتونی در کاخ سفید دخالت کنی، دخالت تو معنیش یعنی چی؟ یعنی مثل خروس بی موقع که حرف میزنی، یعنی میگوید که من چون با لابی های چیز در رابطه هستم، لابی های امریکا، لابی های یهود، بنابراین منم یهودم، کشور اسرائیل هم مال یهودی ها هست، بنابراین اینها در این جلسه یا اون جلسه، در این خاصفی، در این مجلس، در اون مجلس اینا کار میکنن که قرارداد وین از بین بره. اینا یک دقیقه آقای نتانیاهو که تحصیلات خیلی مهمی داره در دین شناسی و در مسائل اقتصادی سیاسی در بهترین دانشگاه اروپا، فکر نمی کنه که اون لابی که در امریکا هست قبل از هر چیز امریکاییست، محال نفع امریکا رو ضرر چیز کنه زیر پا بذاره، برای که خودش رفته به اونجا پناهنده شده، نمیخواد چیزی، این باید بره به سمت خودشناسی، که میره به سمت خودشناسی باید اول با همسایش حرف بذاره، اینجاست که اگر از این انتخابات مردی دست نگیره مسلمن به سیستم نیست که تمام جرائد علیهش می نویسن در داخل روسی که آقا این سیاست خارجی ما رو می بره مستقیما مثل یک کامیون تو دیوار، و ایران یه تحبور ناگزیر، ما همیشه حرفش می زدیم، من به شما رو کنم ما الان دو احتیاج به تحبور ناگزیر تر، یعنی تون تر رفتن، زودتر جواب دادن به انتظارات ما. امروز احزاب که اسمشون اصلاح طلب بود میگن که نه اصلا ما با محافظه کاران اعتراف میکنیم، ما با محافظه کاران اعتراف میکنیم، ما با اونایی که یک کمی با ما اشتراک دارن میکنیم، این بازی بذاریم کنار و تمام هم مسائل داخلی حرف میزنن نه مسائل خارجی. خب الان دولت ایران با انگلستان و اروپا رفتی بکنه برای یهودی ها جدش روشه، چرا با امریکا در تردیده؟ این تردید تا چه طول میکشه؟ مراد من این نیست که ما امریکا گرد باشیم به طور که در کار رو دخالت بکنن، نه، مراد من که ما بتوانیم نیازهای فنیمون رو برای بسیج صنعتی ایران از کشوری که بهشون معامله میکنیم برآورده کنیم، در خیلی صورت صنایعی که دشت غزه که انجا 50% خورده بقیهش هم میخوابه، ما احتیاج دنیا را این داد ستد، ایران احتیاج به یک بازبینی داره، این که رفسنجانی جانی چی گفت یا حسن چی گفت یا حسین گفت جنگ اعصاب داخلی هیچ تأثیری نداره، روند جامعه روند انتظاره، تو بستر انتظار نشسته، اصلاحات انتظار اصلاحات، و منظور من اصلاحات نه خاتمی هست نه عارف نه رفسنجانی نه فلان، اصلاحات یعنی کشور یه موجود زنده است که دائما احتیاج به اصلاحات داره، اصلاحات وقتی میشه که اول مستقل باشی، اگه مستقل بودی به اصلاحات بیشتر ناگزیری. خب بعد از کشور بزرگ هم با تغییر سیاست در اروپا رو عرض کردن، امریکا هم باید بره، امریکا دو حالت داره، یا مدل مذاکره رو میپذیره یا مدل یکدام و عراق رو، چاره نداره که استراتژی این کشور دگرگون بشه. حالا فرض کنید که فردا همونطور که رئیس جمهور چین گفته که ما پولامون رو توی صندوق امریکا گذاشتیم، نه باید بکشیم بیرون، اله کنیم بیرون کنیم، فرض کنید که چین هم ضعیف شد، امریکا بخواد به چی سمت بره؟ به سمت مذاکره یا به سمت زورگویی؟ نمیتونه دیگه. در ایران ما نه روی پول نفت باید حساب کنیم، البته نفت رو باید فعال کرد تا حد اکثر، گاز رو همینطور، ولی بازی کردن به
این بازی نظامی در آوردن، بازی غیر دموکراتیک در آوردن، بازی که حتی خمینی هم از طول راضی نباشه که میگفت میزان رأی مردمه. این اگر که شما برید به سمت این بازی عزت کرامت نظام، این بازی دیکتاتوریست. بنابراین نظام ایران که نزدیک 36-37 سال الان دیگه سرکاره، اگر به سمت اصلاحات ناگزیرتر نره، چون یک دفعه اصلاحات رو زده، اگه بیشتر از این عقب بیندازه مسلمان بدونه که آخر نفسشه، یعنی نفسش نه که کسی بهش حمله کنه، از نفس میفته سیستم، چنین که سیستم در جایی دیگر نفس افتاده، در خیلی و بسارش دادی. من در حرفم رو تمام میکنم، انشالله در فرصت مختلف اگه در اجزا این مسائل سوالاتی باشه در خدمتتون هست. بسیار ممنون آقای دکتر، سپاسگزار. نه نه صدای منو میشنوین شما؟ بله بله. یعنی هفته آینده نمیتونیم؟ دو سه هفته. بله انشالله که سلامت باشین. بله مطلع هستیم دیگه، ماه سپتامبر است و شما همیشه در ماه سپتامبر سفری میکنیم. امیدوارم براتون سفری خوش باشه، پربار باشه، براتون آرزوی بهترین دارم. از همه مهر شما نهایت سپاس دارم آقای دکتر، ممنونم از شما. محبت شما، ممنون، قربان شما. خب این هم گفتگوی ما بود با آقای دکتر ودیعی، امیدوارم که این گفتگوها کمک کرده باشد. درنگی بکنیم و در خدمت شما خوبان و نازنینان باشیم. یادت باشه که لینک های برنامه در فیسبوک و توییتر قرار میگیره، اگر که علاقمند هستید میتونید به فیسبوک ما بیاید، به توییتر بیاید. خوشحال خواهیم شد که میزبان نظرات شما باشیم. آدرس ما در فیسبوک هست، facebook.com/mihantv1، همین در توییتر هم هست، #mihantv1. خوشحال خواهیم بود که شما رو در اونجا ببینیم. و بعد هم لینک های برنامه رو که در فیسبوک و توییتر قرار میگیره لطف کنید اینا رو برای دوستانتون هم بفرستید، دگمه شیر رو بزنید، اگر علاقمند بودی یه لایکی هم بزنی ضرر نداره. از همه شما نازنینان ممنون و سپاسگزارم. تا فرصتی دیگر اجازه بده که قبل از اینکه این رو به پایان ببریم برزت برسونم که ما همونطور که میدانید در نقل و انتقال هستیم، بنابراین امشب و فردا و پس فردا برنامه نخواهیم داشت. امیدوارم که بتونیم روز یک شنبه برنامه ها رو برقرار بکنیم. بازم از شما ممنونم، تا فرصتی دیگر سپاسگزارم.